خانم ها، آقایان، سلام. خوش آمدید به برنامه پرسش و پاسخ از لندن. امیدوارم خوب و سلامت باشید. این برنامه از چند طریق برای مخاطبین پخش میشه: وبسایت bijanfarhoodi.com و شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و آیدیا تیوی. قبل از هر چیز یک پوزش به شما دوستان بدهکارم. هفته پیش کیفیت صدای مهمان برنامه ضعیف بود که این رو باید به حساب نقص فنی در میکروفون بذاریم و با وجود تلاش تدوینگر برنامه نتونستیم اون رو به حد مطلوب برسونیم. امیدوارم دیگه شاهد چنین نقصی در ضبط و پخش برنامه ها نباشه. و ما مهمان برنامه این جمعه 27 اسفند 1400 حسن دایی هستند، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. درود بر شما آقای دایی در ایالت کنتیکت. درود بر شما آقای فرودی عزیز و درود به همه بینندگان. خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم. خب آقای دایی، با خبری خوش برنامه رو آغاز کنیم. آزادی خانم نازنین زاغری رادکلیف بعد از 6 سال که او رو در اسارت رژیم گروگانگیر جمهوری اسلامی داشتیم. آزادی خانم زاغری که به اتهام واهی جاسوسی بازداشت و در بیدادگاه اسلامی به ریاست قاضی فاسد ابوالقاسم صلواتی محکوم شده بود، تنها بعد از اون میسر شد که لندن 400 میلیون پوند پولی رو که بابت سفارش خرید تانک‌های چیفتن توسط دولت شاهنشاهی ایران به تهران بدهکار بود پرداخت کرد و همراه با خانم زاغری یک گروگان دیگر بریتانیایی ایرانی به نام انوشه آشوری آزادی خودش رو به دست آورد و هر دو نفر اوایل وقت پنج شنبه نزد خانواده های خود در انگلستان بازگشتند. انگلیس هم یک ایرانی زندانی رو آزاد کرد. مقامات جمهوری اسلامی از جمله امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه بر این نکته تاکید دارند که هیچ ارتباطی بین برگرداندن این پول و آزادی افرادی که به اتهامات امنیتی در ایران بازداشت شدند وجود ندارد. خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه هم گفته قوه قضاییه بر اساس رأفت اسلامی و ملاحظات بشردوستانه و در آستانه اعیاد پیشرو زاغری و آشوری رو بعد از گذشت بخشی از دوره محکومیتشون آزاد کرده. البته این رأفت دوستان تنها بعد از دریافت 530 میلیون دلار از انگلیس آشکار شد. این حرفا رو آقایون جمهوری اسلامی در حالی میزنن که انگلیسی ها خودشون بارها گفتن که ایران شرط آزادی نازنین زاغری رو باز پرداخت این پول عنوان کرده بود و به گفته یک نماینده پارلمان انگلیس در زندان اوین هم بارها این موضوع به خانم زاغری گوشزد شده بود. آقای دایی، حتما شما هم به یاد دارید که محسن رضایی چند سال پیش گفته بود که برای رفع مشکلات اقتصادیمون سربازهای آمریکایی رو به گروگان میگیریم و هر کدوم رو برای چند میلیارد دلار مبادله میکنیم. الان هم میبینیم که نازنین زاغری و انوشه آشوری رو در راستای همین سیاست، یعنی باجگیری در روز روشن آزاد کردن. اینطور نیست؟ صدرصد. از کنم که واقعش اینه که خب یه بخشیش به جمهوری اسلامی مربوط میشه که هیچ ارزشی برای جان و زندگی هیچ چیز آدم ها قائل نیست که افراد بیگناه رو میگیره به عنوان گروگان که باج میگیره. خب این همیشه بوده، تو این 41 دو سال بوده. این از این طرف. کشور غربی هم واقعش اینه که به خاطر سیستمی که دارن خب وارد معامله میشن و باج میدن. جمهوری اسلامی هم ضعف اینها رو میدونه، یعنی نوع دستگاه های اینها رو میدونه.
که به چه چیز نیاز دارن. تو این 41 سال هم جواب داره. اتفاقا ما هم اگر خوب این مسئله نگاه کنیم، اون وقت ضعف های غرب رو بدونیم، یا ضعف هم نگیم، بگیم که بالاخره هم میخواد به افکار عمومی حساب پس بده، هم برای جان شهروندانش ارزش قائله، و همین که مسائل انتخاباتی بخوان تبلیغات بکنن، اینو نگاه بکنیم، بهتر میتونیم راجع به سیاستشون در مقابل کشور خودمون هم اشراف داشته باشیم. واقعش اینه که از اول، یعنی از اون کارتر که اومد و بعد دیگه، اصلا اوج ذلت زمان ریگان بود که اون اسلحه میدادن و چیکار میکردن که گروگان ها رو آزاد کنن. جمهوری اسلامی دیده این غرب که دم انتخابات باشه، به خاطر اینکه نمیدونم اقبال داشته باشه، بخواد معامله بکنه، بخواد برجام باشه، همیشه بها رو میده. و من به دوستان پیشنهاد میکنم اگه فرصت کردید خاطرات آیت الله منتظری بخونید. تهش یه سری نامه هایی هست مال منوچهر قربانی‌فر و کنگرلو که اینا دلالایی بودن که زمان ریگان گروگانا رو آزاد میکنن. ببینید چه ذلتی داره آمریکا. یعنی واقعا التماس که آقا تو رو خدا مثلا شب کریسمس یه دونه از این گروگانای ما رو از لبنان آزاد کنه. این یکی. دوم این حسین موسویان که الان تو آمریکا شده پژوهشگر، که سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بود و متهم به تروریسمه. اینا موقعی که به اصطلاح جنگ با عراق تموم شد و رفسنجانی رئیس جمهور شد، اینا احساس کردن که باید با اروپا روابط بهتری داشته باشن. کلی گروگان غربی اینا توی لبنان حزب الله گرفته بود برای جمهوری اسلامی. حزب الله کیه؟ این موسویان دلال آزادی اینا بود. یعنی در مقابل دونه دونه اینها رو، دونه دونه اینها رو باج میگرفتن برای کارهای چیز مسائل امنیتی، سیاسی و مالی. این آقا دلال آزادی اینا بود. فکر کنم یه دو سه سالی طول کشید تا همه اون گروگانای تو لبنان رو آزاد کردن. آی دای، فکر میکنید آیا هیچ بخشی از این 530 میلیون دلار برای بهبود وضع معیشتی مردم مصرف بشه، و یا کلن در اختیار گروه های خشونت طلب مورد حمایت رژیم مثل حزب الله، جهاد اسلامی، هشت شعبی و ده ها گروه تروریستی دیگر قرار بگیره؟ البته خب این پول الان گویا به عمان رفته، بانکای عمان. همتی رئیس سابق بانک مرکزی گفته حتی پول رو نمیتونید برداشت کنید، باید به جاش مثلا بیاد اقلام بشر دوستانه بخرید، غذا و اینها. معلوم نی، ولی در کل اگه پول بیاد دستشون، حتی برجام هم اگه بشه، حالا میگیم چقدر ممکنه گیرش بیاد. ببینید جمهوری اسلامی 100 تا چاه داره که اینا رو اول باید پر کنه، اگه شد نصف نوبت مردم ایران. خودشون باید بخورن، غارتشون رو باید بکنن، اول خرج سپاه قدس بشه، نیروهای نیابتی بشه، خرج سپاه و بسیج، همه اینا که شد، همه اینا که شد، اگه تش چیزی مون خرج میکنن که مثلا یک ماه، دو ماه، سه ماه شورش و قیام مردم رو بنزن عقب. به فکر اصلاح امور مردم نیستن که. اگه به اصلاح امور مردم بودن نه تحریم میشدن تا کنون، یعنی سیاستهایی رو اعمال نمیکردن که تحریم بشن، و نه دنبال گروگانگیری میرفتن. مثلا همه کشورها با دنیای روابط معقولی داشتن. خیر، متاسفانه چیز زیادی گیر ملت ایران نخواهد آمد. بله، کاربری به نام نسیم برارپور نوشته از صدقه سر شاهنشاه آریامهر و از جیب ملت غرق در فقر پرداخت شد این آزادی. اون وقت این ناسپاس ها در مهد آزادی علیه شاهنشاه قلم فرسایی می کنند و برخلاف منافع ملت ایران پشت تیم بابا اکبر که منظورش رفسنجانیه صف می کشند. اینم یه نظری. بله، خب آقای دایی، بپردازیم به مهمترین خبر در صحنه بین المللی که اون هم ادامه تهاجم بیرحمانه نیروهای روسیه به اوکراین. البته ولادیمیر پوتین دیکتاتور روسیه از اون به عنوان عملیات ویژه نظامی یاد میکنه و سفیرشون در تهران لوان جاگاریان تاکید داره که این عملیات تا پیروزی و رسیدن روسیه به اهدافش ادامه خواهد یافت. ارزیابی شما از رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به جنگ اوکراین چیه و آیا فکر میکنید خامنه ای سرنوشت جمهوری اسلامی رو به سرنوشت پوتین گره زده؟ از کنم که مسئله اوکراین، به نظر من جنگ اوکراین بسیار 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 مهمه. ولی قبل از اینکه وارد مسئله اوکراین بشیم، من یادآوری کوتاهی بکنم آقای فرودی عزیز.
که اتفاقا هم کمک میکنه ما سیاست‌های غرب و روسیه رو در این بحران بهتر بشناسیم، در تو با کشورمون هم ببینیم. ببینید ما باید درک درستی از سیاست آمریکا داشته باشیم. با شعار دادن و نمیدونم وارد دعواهای حزبی شدن و اینها هیچ کمکی به مسئله نخواهد کرد، یا مردم رو دلسرد میکنیم یا مردم بی خود به اصطلاح بهشون هیجان میدیم. ببینید الان ما 11 سال شروع قیام مردم سوریه هستیم، یعنی 15 مارس، یعنی 2 روز پیش در شهر درعا شروع شد و گسترش پیدا کرد. جمهوری اسلامی هم ژانویه 2012 وارد جنگ شد، یعنی 2012 به صورت محدود به خاطر اینکه کاخ بشار اسد صعود میکرد. بعد در جولای 2012، یعنی یه سال و چند ماه بعد از شروع قیام مردم، تمام قوای سپاه قدس، حزب الله و اینها وارد قضیه شدن که واقعا دیگه در آخر لحظاتی بود که میتونستن اسد رو نجات بدن. درست. بعد غرب هم کاری نداشت، نگاه میکرد و تا سال 2014 که یعنی اولش که داعش اینا نبود، جمهوری اسلامی دخالت کرد، ارتش آزاد تضعیف شد. بعد 2014 که داعش اینا به وجود آوردن، آمریکا وارد شد. آمریکا اومد با کردها متحد شد، یه ائتلافی درست کرد، ائتلاف نیروهای دموکراتیک سوریه، و آقای اوباما رو انداخت اون موقع که بیشترش کردها بودن و شروع کردن مبارزه با داعش. در عراق هم با دولت عراق مبارزه با داعش در موسل. آقای ترامپ که اومد همین سیاست رو ادامه دادن که دقیقا پایان کار بود وقتی آقای ترامپ رئیس جمهور شد اوایل 2000، یعنی فوریه 2017 که ایشون کامل در کاخ سفید بود، دیگه تقریبا شهر رقه و موسل تموم شد کارشون، ولی بالاخره ایشون تمام کرد کار رو، یه چند ماه بعد کامل آزاد شدن. سیاست هم اوباما هم بایدن هم این بود که نه به دولت سوریه کار داشته باشن، نه به روسیه کار داشته باشن، نه به جمهوری اسلامی، درگیری هم نمی کردن در هر دو جا. و این باعث شد اتفاقا که خیلی پیروزی های جمهوری اسلامی برسه و رشت و شهید برسه و بماند. ببینید الان مقایسه میکنم، من اینو میخواستم بگم به خاطر اینکه بیام اکران کوتاهش کنم، این که خیلی ها ایراد میگیرن که چرا دنیا نگاه کرد، بربر نگاه کرد قتل عام مردم سوریه رو، به درستی هم میگن که الان تو اوکراین این بساط شده. درسته، از نظر استراتژیک باید یا حقوق بشری کاملا درسته، ولی غالبا این کشورها مثل خود ما، مثل آمریکا، دنبال مسائلی میرن که به قلبشون اول نزدیکتره، یعنی افکار عمومی رو میگم. طبیعیه دیگه، مثلا ما خودمون دلمون برای مسلمانای چین که با ما اندازه نمیسوزه که برای مردم خودمون میسوزه، که یا در گواتمالا چه اتفاقی افتاده، یا نمیدونم در بوسنی چه اتفاقی میفته، که اون که به خودمون نزدیکتره. ولی واقعش درسته، درسته که دست روسیه رو باز گذاشتن، این عقب نشینی و بیرون رفتن آمریکا از خاورمیانه یک نکته مهمه. نکته پایانم که بگم، ببینید بازم برای اینکه ما شناخت بهتری داشته باشیم که در واشنگتن چه میگذره، حرفای بی خود نزنیم، انتظارات بیهوده نداشته باشیم که نمیدونم چرا این کار نکرد، چرا این کار نکرد. دستگاه سیاسی واشنگتن رو بشناسیم. ببینید 2011 که وقتی لیبی شروع شد، به درخواست هیلری کلینتون که وزیر خارجه بود، آقای اوباما که دلش نمیخواد، دخالت کردن در لیبی، قذافی سقوط کرد، یادمونه دیگه، دیدیم چه هرج و مرجی شد در اونجا. ولی مهمتر از همه، همین جمهوری خواها اون موقع تو کنگره دستشون بود، همین هیلری کلینتون رو به سلابه کشتن، 50 بار ایشون رو آوردن و بردن، که 4 نفر تو کنسولگری آمریکا تو تریپولی بنغازی کشته شده بودن. پدرش دارن که بهاشو پس بده. برای همین وقتی که سوریه شروع شد، یعنی به جاهایی رسید که میتونست آمریکا دخالت بکنه، اوباما کنار کشید. حتی تو مصر که خیلی اوباما کمک کرده، اشتیاق داشت و اینا، دیدیم افتاد دست اخوان المسلمین. ببینید این حرفا رو کسی نمیاد بزنه. سالهای اولی که در سوریه بود، اسرائیل مخالف هر گونه دخالت در سوریه بود از طرف آمریکا. اسرائیل مخالف سقوط بشار اسد، برای اینکه امنیت خودش رو در اون بیاره. همونطور که الان داریم میبینیم، اسرائیل در رابطه با اوکراین سکوت کرده در مقابل روسیه. اینجور نبود که واشنگتن آقای اوباما نشسته بود سازش میکرد. وقتی که گاز شیمیایی استفاده کرد، اوباما نمیخواست کاری بکنه، اون خط قرمزه، اون داستان خط قرمزه، رفت به کنگره، گفت کنگره به من اجازه بدید من جواب بشار اسد رو بدم.
کنگره جواب نداد، جواب مثبت نداد. ما واشنگتن رو خوب بشناسیم، از جنجالای حزبی بیان بیرون ببینیم چطور اینها برای یک گروگان کوتاه میان، چطور در سیاست خارجی دست و پاشون میلرزه. نیام افسانه سازی نکنیم، درک بکنیم. اگه درک بکنیم همین الان برجام بهتر متوجه میشیم. همین الان بحران اوکراین، اما بحران اوکراین به نظر من طولانی شد مسئله سوریه، ولی مهمه چون واقعا همش مراجعه میکنن به اون، اینه که بشناسیم واشنگتن. ولی به نظر من بحران اوکراین یه نقطه عطفه، یعنی همه چیز روابط بین المللی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. خب در رابطه با جمهوری اسلامی بفرمایید، آیا اینکه میگویند خامنه‌ای بر سر یک دوراهی مرگبار و خطرناک قرار گرفته که فکر می‌کنم خود شما هم یه جایی گفته بودین، آیا این صحت داره؟ 100%. ببینید این بازی که روسیه در آورد که هنوز تموم نشده به اعتقاد من، باید ببینیم واقعا رضایت داده روسیه، نه نشون داد که مثلا اگه روسیه نخواد برجام امضا نمیشه دیگه. در یک کلام ببینید اگه روسیه فردا بگه آقا من برجام موافق نیستم، جمهوری اسلامی چیکار میتونه بکنه؟ عملا نمیتونه بره با آمریکا که قرارداد ببنده. چرا؟ چون اگه بکنه خامنه ای اومده سیاست 40 سالش تغییر داده، رفته طرف آمریکا جلوی پوتین وایساده، یعنی رسما این دیگه بعد بره طرف آمریکا، این که نمیکنه. دوم یه مثال خیلی ساده، سوریه، روسیه اگه جمهوری اسلامی باش مسئله داشته باشه، جمهوری اسلامی خیلی راحت میتونه سوریه بیرون کنه. تمام سیاست های منطقه جمهوری اسلامی تو سوریه است. اگه سوریه نباشه حزب الله تضعیف میشه، هشت شبی تضعیف میشه، با بیش از 100 میلیارد برای سوریه خرج کرده جمهوری اسلامی، پس اسیر روسیه است. این یک. حالا که اسیر روسیه است یعنی به هم پیوند خوردن. خب اگه پوتین در پایان جنگ اوکراین تضعیف بشه یا شکست بخوره، میتونید تصور بکنیم که تمام موقعیت پوتین در منطقه تضعیف خواهد شد. اولین ضرر کنندش هم جمهوری اسلامی، بالاخره مهمترین متحد سیاست خارجی جمهوری اسلامی روسیه است، در این که تردید نباید کرد، همه جا متحد. خب وقتی این ضعیف بشه یا اگه شکست بخوره به شدت برای جمهوری اسلامی بده، به شدت ضعیف خواهد شد. ولی چون ما در آغاز این بحران اوکراین هستیم، کلی تحولات رو در آینده خواهیم دید، باید منتظر بشیم نگاه کنیم. ولی تردیدی نیست که این بازی که روسیه در آورد نشون داد چقدر جمهوری اسلامی اسیر پوتینه و چقدر اگه ضعیف بشه، اگه شکست بخوره، میتونه به طور مستقیم ضربه وارد بکنه به جمهوری اسلامی. آقای دایی به سوریه اشاره کردید و جنگ خانمان سوزی که اونجا سالها ادامه داره در جریانه. الان میشنویم از روس‌ها که میخواهند این شبه نظامیان سوریه‌ای رو وارد اوکراین بکنن تا در جنگ‌های خیابانی از اونها استفاده بشه. خب با توجه به اینکه ایران در سوریه خب مشارکت داره در این عملیات نظامی و مداخله میکنه مرتب، آیا این آوردن شبه نظامیان سوریه‌ای با هماهنگی تهران انجام خواهد شد یا اینکه روسیه سر خود یه درو می‌ریزه تو هواپیما و میاره به منطقه؟ نه من فکر نمی‌کنم هماهنگی بشه. ببینید ما بعد از اینکه جنگ تو سوریه، جنگ‌های داخلی تقریبا تموم شده، فقط اون منطقه ادلب مونده، جمهوری اسلامی جاهای پایگاه داره، نفوذ داره، به خصوص مثلا منطقه دیر و زور و البو کمال، نزدیک مرز با عراق، نزدیک مرز لبنان، نزدیک تپه‌های جولان، یعنی یه فاصله 40-50 کیلومتری این طرفتر، تمام اینجاها منطقه بخشی از درعا جمهوری اسلامی نفوذه. روسیه هم یه سری جاها نفوذ داره، اون هم یه سری نفوذ داره. بعد هر دوی اینها اومدن این جوانان سوریه‌ای که بیکارن رو استخدام میکنن به صورت بهش میگن کمپانی‌های خصوصی، به اصطلاح میلیشیاتوری. به خصوص موقعی که اون جنگ بود، اون حسین همدانی مال سپاه قدس یه چیزی راه انداخته بود اونجا به نام نیروهای دفاع وطنی، 50-60 هزار نیرو داشتن. خب اینا همه بیکار شدن، اینا رو همه رو یه سرش روسیه استخدام میکنه، یه سرش جمهوری اسلامی برای کار امنیتی، درگیری، باجگیری. یکی بنابراین یه نیروی آماده استخدام هم بیکارن، هیچی تو سوریه نی. و الان تازه حقوقی که روسیه پیشنهاد کرده برای اعزام اینا به اوکراین، گفت صحبت از 100 تا 150 200 دلاره. تو سوریه خیلی پوله، جمهوری اسلامی آدمایی که استخدام میکنه 50 دلار 70 دلاره مثلا. خب روسیه داره قیمت رو میبره بالا، با هم رقابت داره. ولی نه،
اومده روسیه در دو منطقه دیلوزو و در آب خصوص اونجا نفوذ داره. یک کمیسیون های هم مال خود دولت سوریه است به نام کمیسیون آشتی. اینایی که قبلا مخالف بودن میان و اسلحه‌شون رو تحویل میدن و مثلا برمیگردن، اینا رو معرفی میکنن به روسا، روسا اینا رو استخدام میکنن چون اینا میترسن که حتی تو ترور بشن و اینا، میگن بریم اوکراین بهتره. تا الان صحبتی که من دنبال کردم صحبت از اینه که نزدیک بین 1000-1500 نفر رو بسیج کردن، آموزش دادن، هنوز اعزام اینها رو کسی تایید نکرده. ببینید اما در خود اوکراین ما سه دسته مزدور داریم، سه دسته. یکی یه سری مزدورهای خود روسی هم به نام ارتش واگنر که اینا قبلا تو آفریقا بودن، معادن و این کارا، یعنی مزدور و آدمکش واقعی. اینا رو تو لیبی هم فرستادن، روسیه نیرو برده اونجا، اینا هم هستن تو سوریه هم هستن، ارتش واگنر یعنی روسیه 5-6000 نفر. دوم این رمضان قدیروف، این چچنای واقعا آدمخوار، نه که چچن آدمخوار، اینا آدمخوار، آدمخوار و وحشی و آدمکش و متجاوز که اینا تحت فرمان پوتین هم اینها هم آورده و حضور هم داره. این دوتا. سوم همین سوریهی ها هستن، ولی سوریهی ها هنوز هیچ خبرنگاری کسی تایید نکرده که وارد اوکراین شدن. بله. خب با جنگی که در اوکراین به راه افتاده، تمام توجه قدرت‌های بزرگ به اون مشغول شده. در رابطه با برجام می‌خواستم قدری صحبت کنیم. گفتگو یک شبکه تلویزیونی انگلیس رو با علی واعظ مدیر امور ایران در گروه بحران بین‌المللی می‌دیدم که می‌گفت اگر برجام احیا نشه، علاوه بر بحران اوکراین، جهان ظرف چند هفته آینده با یک بحران منطقه‌ای روبرو خواهد شد، بحران هسته‌ای در منطقه. این در حالیه که 49 عضو سنای آمریکا اعلام کردند که از توافق هسته‌ای با ایران حمایت نمی‌کنند. برخی بر این باورند که این موضع شکست مذاکرات وین برای احیای برجام رو تقویت می‌کنه. از اون طرف هم وزیر خارجه ایران گفته ما 4 موضوع رو به عنوان خط قرمز در مذاکرات وین پیش رو داشتیم که از این 4 موضوع در سه هفته گذشته 2 موضوع تقریبا حل شده و به نقطه توافق رسیدیم، ولی 2 موضوع همچنان باقی مونده، از جمله موضوع تضمین اقتصادی. ارزیابی شما چیه؟ ظاهرا مسئله خارج کردن سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی یکی از موارد مورد اختلاف هست هنوز. آیدایی بعد ببینیم تصویر کلی ترش اینه که قبل از این بحران اوکراین و الان، قبل از بحران اوکراین همین مسائلی که میفرمایید این موانع بود، یعنی درآوردن سپاه لیست تروریستی، یکی هم این که بالاخره اینا وقت که سازش کردن با این همه تحریم‌های غیر هسته‌ای، مسئله FATF و فلان، چجوری اینا پول نفت گیرشون بیاد. در یک کلام این بسیار مسئله مهمیه و من موندم که چه فرمولی میخوان پیدا بکنن، خیلی مشکله. یعنی برایشون واقعا من موندم معجزه مگه بشه واقعا چند تا تحریم رو میتونه بایدن برداره. این دو تا مانع به صورت اجرایی اساسی بود. حالا یه بحثی هم بود که سر اون که بالاخره راستی آزمایی بکنن، یعنی آژانس بیاد اون پاسخ سوالاتشو بگیره و فلان، 3 ماه حدودا طول میکشه. این دو تا مانع اصلی بود. ولی یه مانع هم در واشنگتن بود، مانع سیاسی، و اونم که امتیاز دادن به جمهوری اسلامی بها داره. این بحران اوکراین که شد، بایدن و غرب، مسئله یکیشون مسئله روسیه است، یکیشون روسیه. بنابراین تمام انرژی ما صرف میکنم صرف این مسئله بکنم. برایشون هم به صلاح نمیدونن از نظر امنیت ملی که در یک زمان هم بحران روسیه رو داشته باشن هم بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی، نمیتونن پسش بر بیان. دوم مسئله اینه که ترجیح میدن که با سازش هسته‌ای نفت جمهوری اسلامی وارد بازار بشه. الان با قاچاق و این حرفا 1 میلیون حدودا وارد بازار میشه که بیشتر به چین میره، ولی میتونه تا 2.5 میلیون 2.7 میلیون بشکه نفت صادر بکنه جمهوری اسلامی. بنابراین الان بسیار مهمه این برای مقابله با روسیه، برای اروپا و آمریکا بسیار مهمه، مسئله انرژی خیلی مهمه. بنابراین آمادگی بیشتری دادن که امتیاز بدن. دوم بایدن تصور میکنه، من فکر کنم اشتباه بدی میکنه اینجا بایدن، که فکر میکنه الان به خاطر بحران اوکراین میتونه امتیاز بده به جمهوری اسلامی و صداش هم در نیاد، خلاصه بهای کمتری
نظر سیاسی بده، یعنی بیاد این به اصطلاح نوع برخورد هماهنگ که با اروپا داره سر مسئله اوکراین و اعتباری که میگیره و علامت قدرت، اینو بیاد یه جای دیگه خرج کنه به جمهوری اسلامی امتیاز بده. این یه اشتباهی که چوبش خواهد خورد، خیلی زودم خواهد خورد، چون وقتی اینا سازش بکنن پس برای جمهوری اسلامی هر کار خلافی در منطقه بکنه که میکنه، اینو طبیعتاً به پای بایدن خواهد نوشت. این اشتباه بزرگ بایدن. پس از این طرف آمادگی بیشتر شده. اما سوال مهم اینه که جمهوری اسلامی الان ببینید خامنه ای طرز تفکرش با این حرفانی به پول احتیاج دارن، خیلی هم احتیاج دارن. این حرفایی که بایدن تمام تحریما رو وشته و اینا همه چی خیالشون راحت و این حرفا، حرفا برای برخی محافل واشنگتن خوبه، برخی رسانه ها، ولی واقعش اینه که اینا 1 میلیون بشک قاچاق میکنن، چین به اینا پولی نمیده، پول اینا بلوکه است، خود همه میدونن اینا تو واشنگتن. این کجا با اینکه بتونه 2,700,000 بشکه نفت بفروشه تو این بازار پول بیاد دستش، خیلی متفاوته برای خامنه ای. این یه نیازه، چون میبینه مردم واقعا در حالت قیامت. اما خامنه ای یه برداشت دیگه هم داره که آقا الان یه جنگ روسیه است با آمریکا، ما باید در این جنگی که میتونه به تضعیف آمریکا منجر بشه طرف حق رو بگیریم. مثلا همونطور که چین پیش خودش تاش میگه بدم نیست کارهایی که روسیه میکنه، گرچه سعی میکنه چین فاصلش رو حفظ بکنه، ولی میخواد آمریکا درگیر مسئله اوکراین بشه، میخواد آمریکا درگیر روسیه باشه تا چین بتونه کارش رو پیش ببره. درسته یه جاهایی به ضرر چینه، ولی خامنه ای هم همین حساب رو میکنه، میگه آقا بده آمریکا درگیر، حالا که درگیرونه من تاخچه بالا بذارم، امتیازات بیشتری بگیرم. اینه. دوم فکر میکنه، این فکر به طور جدی به اعتقاد من در خامنه ای مطرحه، میگه اگه من برم به طرف بمب، مثلا اگه برجامم نشه، برای همین دست خودش رو پرتر میبینه، میگه اگه من بخوام برم طرف بمب، آمریکا چیکار میتونه بکنه؟ در این شرایط میاد به من حمله نظامی بکنه؟ در شرایطی که درگیر با روسیه است نمیکنه که، نه غرب هیچ کی نخواهد کرد، میمونه اسرائیل تک و تنها. بنابراین من راحت تر میتونم در 1-2 سال آینده تحت بحران اوکراین و مسئله روسیه راحت تر تقلب بکنم، راحت تر برم به طرف بمب. خامنه‌ای دست خودش رو بازتر میبینه، به اعتقاد من یه قمار بسیار خطرناکیه، دست کم میگیره، اسرائیل دست کم میگیره، آمریکا رو درک درستی نداره، همونطور که ما نباید اغراق بکنیم اون طرف در مورد آمریکا، ضعف‌های آمریکا رو هم نباید بزرگ بکنیم. این مسئله دستیابی جمهوری اسلامی به بمب یه مسئله امنیت ملی برای آمریکاست و من فکر کنم اقدام خواهند کرد. آقای دایی قبول دارین که آخوندها خوش شانسن، همیشه یک اتفاقی در یک نقطه از دنیا میفته که بهشون جورایی کمک میکنه؟ مثلا قبل از این بحران اوکراین تقریبا خامنه‌ای حاضر شده بود که اون سند احیای برجام رو امضا کنه که شرایط بسیار سختری هم به ایران تحمیل میشد از سوی آمریکا. در رابطه با همین مسئله بحران انرژی که در غرب به وجود آمده، شما اشاره کردید به اینکه نفت ایران الان به چین قاچاق میشه، ولی ظاهرا در واشنگتن و لندن زمزمه هایی شنیده میشه که نفت ایران و ونزوئلا رو بخرن و وارد اون چرخه سوخت خودشون بکنن. آیا فکر میکنید دو کشوری که دارای رژیم های تروریست هستند، مورد تحریم آمریکا بودن سالها، حالا به خاطر نیازهای انرژی به نوعی مثلا مورد توجه غرب قرار گرفتن، آیا غرب میتونه کارنامه تروریستی اینها رو نادیده بگیره و ازشون نفت بخره؟ افکار عمومی اجازه میدن اینو؟ عرض کنم که جمهوری اسلامی نه، ولی همین چون مسئله روسیه بسیار مهمه، میبینید که آمریکا گشایش کرده به طرف ونزوئلا، حتی روابط پرتنشی که بین آمریکا و عربستان بود و بایدن میخواد ترمیم بکنه، حتی صحبت نیست که بره به ریاض. محمد بن سلمان رو تقریبا میتونیم بگیم حذف کرده بود، به حاشیه رانده بود بایدن، ولی الان میبینی که داره چوبش رو میخوره، احتیاج داره به این که در این بازار نفت و انرژی کمکش بکنه. این نیازهای دوران جدیده. ببینید در مورد مسئله اوکراین یادمون نره، ما در آغاز بحرانی، این بحران دامنه دار خواهد بود، تحولات زیادی خواهد شد و همه چیز رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین نمیشه هنوز راجع به خیلی چیزا قضاوت کرد، ولی آمریکا آمادگی داره که تغییرات اساسی در خیلی از موارد بده. ببینید ولی دستش بسته است، به طرف ونزوئلا میره، جمهوری خواها بهش حمله میکنن،
میخواد بره به طرف عربستان، چپا در آمریکا ریختن سرش که او عربستان قاتل خشوقی نم چی چی چی، یعنی به این راحتی نی. در مورد جمهوری اسلامی میتونم بگم که اکثریت مخالفن، همچی اتفاق نخواهد افتید که آمریکا بیاد بخواد نفت جمهوری اسلامی رو مثلا بخره، گرچه بوده در گذشته، احتیاجات واردات نفت آمریکا خیلی پایین تر از این حرف هست که بخواد بره از اونجا وارد بکنه. الان صحبت نه که نفت خودش رو تولیدش رو افزایش بده که بتونه بازار رو جبران بکنه، ولی بحران اوکراین در همه زمینا تحول ایجاد خواهد کرد. بعد بایستیم نگاه کنیم جمهوری اسلامی دست خودش رو پرتر میبینه خامنه ای در این زمینه، ولی در این حال چون متحد پوتین هست میتونه چوبش رو هم به شدت بخوره و ضمناً اشتباه محاسبه همیشه هست. ببینید اینا موقعی که حمله که ما فکر میکنم جمهوری اسلامی خیلی زرنگه، خوش شانس هست، ولی فکر میکنم خیلی زرنگه، اینا اشتباه برآورد، یعنی اینکه اینا حمله ای که کردن به سفارت آمریکا در بغداد واقعا خب اینا اگه اشتباه محاسبه کردن دیگه، اگه عقلشون میرسید این کار نمیکردن. خب فردا یا پس فرداش آقای ترامپ دستور داد که قاسم سلیمانی رو با مهدی مهندس رو حذفشون کردن. خب این اشتباه برآورد بود که جمهوری اسلامی که ارزشش داشت برن یه راهپیمایی بکنن تو منطقه سبز بغداد که این دوتا رو از دست بدن، هرگز. الان هم خامنه ای داره قمار میکنه، ولی در مورد خوششانسی اینه که بالاخره 41 سال اینا همش دارن باجگیری میکنن، اقتصادش هم روز به روز ورشکسته‌تر میشه، در مجموع چی گیرش میاد؟ این منحنی میره بالا پایین، یه جا امتیاز میگیرن یه جا امتیاز میدن، در مجموع دارن ورشکسته‌تر بیچاره تر و شکافشون با مردم داره عمیق‌تر میشه. درسته یه جاهایی فرصت پیدا میکنن، من بهتون گفتم اون بار یادم سال 2006 2007 بود که پرونده هستی جمهوری اسلامی می‌خواست بره به شورای امنیت، خیلی بحث جدی بود زمان جورج بوش، یه مصاحبه کرد رو سایت انتخاب در تهران با مسعود بهنود بود، حالا جالب مسعود بهنود با اونو داشت بهشون مشورت میداد، میگفتش این جملهش من یادمه دارم اینو که ببینید شما یه مقدار حرفای تندتون رو کاهش بدید، به جمهوری اسلامی میگو اون موقع احمد نژاد حرفای تندتون میده، بذارید یه بحران بین‌المللی پیش بیاد مسئله شما میره زیر سایه، مثلا کیم ایل جون تو کره شمالی چهار تا موشک هوا کنه چهار تا نمشکار کنه مسئله شما میره زیر سایه. الان هم اینجوری جوری بحران اوکراین، ولی در مجموعش اینه که آقا تمام این فرصتایی که به قول خودشون استفاده کردن و خوش شانسی آوردن، این حکومت منحنیشی که بهش روز روز ورشکسته میشه، برای اینکه در قایت بجز این باجگیری های موقتی که میکنن نمیدونم 100 میلیون اینجا 50 میلیون اینجا، این که نشد اقتصاد با سرمایه‌گذاران خارجی بیان سرمایه‌گذاری بکنن در اقتصاد جهانی ادغام بشه، این کارا رو که نمی‌کنن که، همیشه تحت تحریمن، همیشه با تقلب و اقتصاد مافیای قاچاقی و باجگیری فکر کنم میتونن کارشون رو پیش ببرن، این که نشد برد، این که نشد پیروزی، این شد یه باجگیری یه آدم دزد که سر گردنه. خب موضوع دیگری که این روزها دربارش بحث و گفتگو میشه بالا گرفتن تنش بین اسرائیل و ایرانه. این نبرد سالها به صورت پنهانی و به اصطلاح دور از نورافکن‌ها در جریان بوده. الان درگیری‌ها بین ایران و اسرائیل به سمت یک جنگ آشکار شتاب می‌گیرد. به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین لبنان، صدها پهپاد از جمله هواپیماهای بدون سرنشین تهاجمی ماه گذشته میلادی در یک حمله گسترده به پایگاهی در نزدیکی کرمانشاه منهدم شدند. بر اساس این گزارش ایرانی‌ها این حمله رو به 6 پهپاد تهاجمی نیروی هوایی اسرائیل نسبت میدن. البته طبق معمول اسرائیل به این اتهامات پاسخی نداده و مسئولیتش رو بر عهده نگرفته. بعد از این حمله هم شاهد پرتاب بیش از 10 موشک بالستیک ایران به هدف‌های در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق بودیم که سپاه مسئولیتش رو بر عهده گرفت و اعلام کرد که هدف‌ها متعلق به موساد بوده. آقای دایی، برخی ارزیابی‌ها حکایت از این داره که حمله موشکی ایران نه برای تلافی کشته شدن 2 سرهنگ سپاه در سوریه در حمله هوایی اسرائیل، بلکه برای انتقام‌گیری از حمله به پایگاه کرمانشاه و نابودی ناوگان پهپادی ایران توسط اسرائیل بوده. در برخی محافل حمله اسرائیل به پایگاه کرمانشاه با عملیات نظامی اسرائیل در نخستین ساعات جنگ 6 روزه 1967 مقایسه میشه که اسرائیل در اون نیروهای هوایی مصر، اردن و سوریه و بخشی از نیروی هوایی عراق رو منهدم کرد.
تحلیل شما چیه؟ آیا به سوی جنگ مستقیم و علنی اسرائیل و ایران گام برمی‌داریم؟ ببینید، حالا سوال این که این مسئله ابهامات زیادی داره، اما یه نکته هست. اولا در سوریه تو این از سال 2012 آخر 2012 که حملات اسرائیل شروع کرد که اون خوشنویس و اینها رو کشت و که موشک داشتن بردن حزب الله، تا حالا اسرائیل حملاتی که کرده، منم چند بار تا حالا حمله کرده، حسابش از دست من یکی در رفته. دو نوع حمله میکرده. یکی این کاروانهای تسلیحاتی که به سمت حزب الله میرفته از سوریه که مرتب ادامه داره. دوم پایگاهایی که اونجا زدن. از موقعی که روسیه اومده، بالاخره توافقی که اسرائیل داره با روسیه، پوتین داره هم از جمهوری اسلامی باج میگیره هم از اسرائیل. از جمهوری اسلامی معلوم نیست چه امتیازاتی میگیره، بهش گفته آقا بیا تو روسیه پایگاه بزن، اسلحاتم ببر. به اسرائیل هم گفته که آقا بیا هر موقع خواستی بزن. هر دو طرف الان ببینید چه باجی داره از اسرائیل میگیره. اسرائیل واقعا به خاطر مسئله سوریه دستش بسته است در مقابل روسیه. فقط این نیست، یکی از دستبستگی‌هاش اینه. خب اینی پس جواب اسرائیل که جمهوری اسلامی نمیتونه اونجا بده، که چون درگیری اگه در اونجا بالا بگیره به ضرر روسیه است، بعد یه جای دیگه بگیره. یک. دوم مسئله اینه که واقعش اینه که ما اگه نگاه بکنیم جمهوری اسلامی سوا اینکه روحانی باشه، رئیسی باشه، سیاست چه تو این سالا ببینیم، روند رو ببینیم، گستاختر شده. برای اولین بار موشک فرستادن به تل آویو از نوار غزه، جمهوری اسلامی هم گفت ما بودیم. اسرائیل گفته دو تا درونای مسلح جمهوری اسلامی رو بر فراز خاک اسرائیل ما سرنگون کردیم. این کاران اینا خط قرمزایی بوده که هیچ وقت جمهوری اسلامی ازش عبور نمی کرد. در مقابل اسرائیل هم داره به اینا پاسخ میده. اما این آغاز ماجراست. ما این نگاه بکنیم هر سازش هسته‌ای بشه، بالاخره ما به این نقطه خواهیم رسید که جمهوری اسلامی به یه جا میرسه. یا میشه به سا ترشول نیوکلیر استیت، یعنی دولتی که توان تولید بمب داره، حالا نمیسازه به خاطر تصمیم سیاسی ولی قدرتش داره، یعنی میاد از این باجگیری استفاده خواهد کرد. این برای اسرائیل بسیار خطرناکه. یا اینکه حتی آزمایش هسته‌ای بکنه بشه صاحب بمب اتمی. اسرائیل برایش مسئله بحث سیاسی و نه ما گفتیم اینجوری و آیا جمهوری اسلامی خوبه یا بده نی، مسئله بقاشه، مسئله حیاتشه. جمهوری اسلامی برای هیچی ارزش قائل جان و مال. یعنی اینایی که این تحلیلگرایی که میگن آقا استفاده نخواهد که، از کجا میدونید شما کدوم جنایتی بوده جمهوری اسلامی نکرده باشه تو سوریه؟ برای اینکه بشار اسد بمونه، فقط به خاطر همین که بتونه اسلحه بده به حزب الله، 500,000 سوری رو در قتل اینا مشارکت داشته. 500,000 تو کشور خودمون ببین چجوری مثل آب خوردن آدم میکشه. این جمهوری اسلامی ارزشی برای چیز قائل نیستش که. بنابراین اگه بمب داشته باشه برای اسرائیل خطرناکه. اسرائیل کوتاه نمیاد. ما قدرت اسرائیل رو، قدرت اسرائیل در آمریکا رو، و مهمتر از همه اتحادی که با کشورهای عربی دارن، اینا دست کم نگیرید. جمهوری اسلامی خامنه‌ای عرض کردم خدمتتون اشتباه محاسبه زیاد میکنه. بزرگترین اشتباه استراتژی که در این 40 سال کرد این که دشمنی با اسرائیل شروع کرد، بعد دشمنی رو انتخاب کرد. به خصوص از دهه دوم انقلاب از حرف فراتر رفت، شروع کرد به اقدامات عملی علیه اسرائیل، از تروریست بگی تا اونم چی. اسرائیل کوتاه نخواهد آمد. این رو باید نوشته رو برای خامنه‌ای فرستاد، این یادش باشه همیشه، و اقدام خواهد کرد. بنابراین من اصلا پیشبینی می‌کنم سوای مسئله اوکراین، سوای تمام تحولات که در ایران هست، سوای این که برجام بشه، ما یه پریود یک دو ساله‌ای داریم در آینده، تو دو سه سال آینده حدودا، که بسیار بحرانی خواهد بود. جمهوری اسلامی به اون نقطه نزدیک میشه، اسرائیل باید اقدام بکنه، تمام اینها تحولاتی که باید نزدیک شاهد باشه. من نظرم اینه که برجام بشه یا نشه، ما این چند سال آینده مسئله اوکراین همه اینا رو اضافه بکنید، قیام مردم چند سال طوفانی برای جمهوری اسلامی رو در پیش داریم. بله، خب نوبت میرسه به طرح سوالاتی که از شما مخاطبین گرامی برای آقای دایی دریافت کردیم. ناهید 81 میگوید با وضع پیش آمده آیا مردم ایران میتونن متحد شده و از چنگ جمهوری آخوندی
خلاصی یابند. خب طبیعتاً ببینید الان این برجام اگه بشه، هنوز مانع وجود داره، 100% نیست، ولی اگه بشه خب ما باید واقعیت رو به مردم اولا بگیم جمهوری اسلامی چقدر امتیاز میگیره، چی گیرش میاد. ببینید یه نظری که من همیشه در خدمت شما که بودم گفتم واقعیت رو به مردم باید گفت. من یادم اون موقع که برجام هم شد گفتم آقا این چیزا گیر جمهوری اسلامی میاد، این چیزا هم گیرش نمیاد، تعریف نکنید. ببینید دو تا دستگاه هست، یه دستگاه بگیم نه آقا به رو خودمون نیاریم، بله خب جمهوری اسلامی امتیاز گیرش میاد، پول گیرش میاد، ولی اندازش رو مشخص بکنیم. این دیدگاهی که یه سال و نیم شروع شده در آمریکا که بیشتر کسانی که اینو دامن میزنن کسانی هستند که وابسته به جناح خاص حزب جمهوری هستند، حتی همه جمهوری نیست، که آقا آمریکا اصلا بایدن اومده اصلا کارش خداوندش اینو فرستاده یا گلوبالیستا فرستادن، هر کی اجنه ایشون فرستادن که جمهوری اسلامی نجات بده. کارش هم این که صبح تا شب هر درخواستی به جمهوری اسلامی خواست بگه چشم. خب در این دستگاه ما از فردا اتفاقا احتیاج نیست اگه برجام امضا شد جمهوری اسلامی بخواد جشن بگیره، قسمت جشن و تبلیغات رو واگذار کنه به این دوستان. اینا خودشون بلدن که تمام امتیازات و نصیب جمهوری اسلامی کنن، بگن دیدید آمریکا همه چیز به جمهوری اسلامی داد. خب این روحیه مردم خراب میکنه، چون واقعیت سازگاری. امروز همین دیدم آقای پاتریکلسون گزارش دادن که آقا پوری چقدر گیره جمهوری اسلامی میاد، 30 تا 40 میلیارد دلار حد اکثر، صحبت از 20 میلیارد دلاره. تازه اگه این 20 میلیارد دلار به جاش خرید نکرده باشه. در مورد پول فروش نفت هم ابهامات زیادی وجود داره، هیچ کمپانی هم در ایران نخواهد رفت، تحریم های دیگه هم هست، افکتی هم هست، کلی مسئله هست. درست ما واقعیت رو بگیم دل مردم خالی نکنیم. ببینید ما مردم ما وقتی به خیابون اومدن دیمای 96، آبامای 98، خوزستان، اصفهان، نه به خاطر این رئیس جمهور بود نه به خاطر اون رئیس جمهور، به خاطر شرایط ایران، شکاف بین مردم با نظام، ورشکستگی اقتصادی، هیچ کدوم اینا بعد از این برجام هم که اگه بشه حل نخواهد شد، تشدید میشه. بنابراین زمینه های قیام مردم هست، همه اینا هست، ما نیام دامن بزنیم. من حالا یه روز دیگه در یه برنامه دیگه بحث شد آقای فرودی عزیز، واقعا این فضای قطبی که در آمریکا بود، ترامپ و دموکرات ها اینو با اون و این وارد فضای سیاسی ایرانش کردن، خوب و بد، زشت و بدم، چی سیاه و سفید، اصلا مردم رو اون موقع بی خود امید بی خودی می دادن. بابا ما یه موقعی، من یادمون نرفته باشه، درست فکر کنم 2007 تا الان میشه 15 سال پیش که در برنامه خود شما بود، من یادم صدا آمریکا بحث لابی رو برای اولین بار اومدی مطرح کردی، من یادم اونو من. که می 2017 بود، یعنی 2 ماه دیگه میشه 15 است. خب حرف منم همیشه این بود که بابا ما بیان ببینیم که جمهوری اسلامی و غیره چجوری از سیستم آمریکا استفاده میکنن برای کمک به خودشون، نادیده نگیری. یه اشکال این بود که نادیده میگرفتیم که چقدر تأثیر داره سیاست آمریکا در رابطه با ایران، همه میدان رو واگذار کرده بودیم به جمهوری اسلامی و لابیاش. برعکس شده الان، همه چی شده آمریکا که اگه برجام بشه جمهوری اسلامی نجات پیدا کرد، بایدن که اومد جمهوری اسلامی نجات پیدا کرد، اون یکی رئیس جمهور اومده اینا رو زمین بدن. بابا از این ور پشت بون افتادیم. تازه اگر شما اعتقاد دارین که اینقدر آمریکا مهمه که باید تصمیم گیریاش این طرف اون طرف میکنه سرنوشت حکومتو به طور کامل، خوشم تو واشنگتن چیکار میکنی غیر از اینکه گریبان بایدن رو گرفتید؟ بیاد دو حزبی عمل بکنید. حالا بماند، این بحثا رو بعدا میکنید، ولی واقعش اینه که ورشکستگی اقتصادی این حکومت برگشت ناپذیره. این بحرانایی که با غرب داره رو فکر نکنید با امضای توافق هسته‌ای بمیره. نگاه بکنید، ما بعد از توافق با برجام بود، اجرای شدنش بعد از 2016 بود که ما قیام مشهد رو داشتیم، بعد قیام آبان ماه رو داشتیم. اصلا مشهد وقتی شروع شد این همه تظاهرات که تو ایران بود، تحریم های جدید نیومده بود که. بنابراین طبیعی جمهوری اسلامی امتیاز گیرش خواهد آمد، ولی به طور بنیادین و اصولی هیچ تأثیری در روند اوضاع، یعنی در اقتصاد ورشکسته جمهوری اسلامی بهبود نخواهد یافت، شکاف مردم با نظام پر نخواهد شد. روز به روز این مسائل بنیادین که ریشه های قیامه اتفاقا تشدید خواهد شد به اعتقاد من. و فکر میکنید تودههای مردم با هم متحد بشن علیه نظام؟
عرض کنم که باید کمک کنیم دیگه، باید بالاخره مردم حول چی، باید ماها کمک کنیم. ببینید این بخش رسانه‌ای چقدر مهمه، چقدر فضای مجازی مهمه به مردم کمک کنه. الان ببینید این جنگ اوکراین، ببینید یکی از اولین جنگایی که به صورت لایو ما داریم زنده میبینیم. فضای مجازی، رسانه ها چقدر تاثیر میذاره در تصمیم گیری دولت های غربی، کمک میکنه به مقاومت مردم اوکراین. مقاومت مردم اوکراین کمک میکنه به موضع سفت و سخت آمریکا و اروپا. ببینید چقدر تاثیر میذاره. ما باید کمک بکنیم. اون چیزی که مردم رو به هم پیوند بزنه اینه که بگیم آقا در فردای ایران همه گرایشات سیاسی آزادن، دموکراسی وجود داره. به این بچسبیم، بگیم آقا اصل ما سکولاریسمه، دموکراسی، دموکراسی، دموکراسی. این رو نادیده نگیریم. بله. خیلی ها میترسن از این که بیان وارد قضیه شن، اگه ببینن که کسی که میخواد بیاد برش دموکراسی مهمی. آقا مهم نی. ببینید این چیزا، یعنی ماها وظیفه ماها چیه؟ من فکر کنم مردم راهش رو پیدا میکنن، دارن پیدا میکنن. ما برای اینکه موانع رو کمک بکنیم، عبور بکنیم، ما هم در خارج نقش بسیار مهمی رسانه ها دارن و فعالین سیاسی. بالاخره مردم الان دستشون به چیه؟ به این چند تا رسانه است دیگه. از این فضا سازی هایی که جعلیه، اینا باید جلوگیری کرد. اینکه دولت عربستان با بایدن بده، ما هم بیام صبح تا شب حمله بکنیم به بایدن، این دل مردم رو خالی میکنه. ممکنه برای ریاض خوب باشه، برای ما خوب نیست. بله. این نکات رو باید گفت، یعنی باید حدود رو رعایت کرد. نه بین اشکال کار همین شده که اون موقع زمان اوباما به من گفتن تو جنگ طلبی، چون با اوباما بد بودی مثلا. حالا به من میگن تو بایدنی هستی به خاطر که طرف داره. میگم واقعا اندازش رو رعایت کنم. من هزار تا ایراد به بایدن دارم، هزار تا، ولی آخه این اندازه رو وقتی رعایت نکنین، ما بازیچه دست نه این کشور باید بشیم نه اون کشور. منافع ایران رو بگیم، اندازه و حقیقت رو بگیم. آخه چند بار تو این یک سال گذشته گفتن پولای جمهوری اسلامی آزاد شد؟ چند تا مقاله نوشتن تو این روزنامه‌های آمریکایی و ایرانی‌ها ترجمه کردن دادن دست مردم. الان صحبت اومده خود FTD، بنیاد دفاع دموکراسی، که خیلی از کسانی که بینا وابستن یا نزدیک به اینا این دروغا رو هم منتشر کردن که پول آزاد شد، خودش اومده گزارش که چند روز پیش آقای قاسمی نژاد و یه نفر دیگه نوشته اگر برجام بشه 130 میلیارد جمهوری اسلامی که بلوکه است آزاد میشه. پس پولای جمهوری اسلامی بلوکه است؟ ما که فکر می‌کردیم گفته بودیم که همه آزاده، که اینا که هر کاری بخوام میکنن. که ببینید واقعیت رو مردم بگیم، بایدن سازشکار، سیاستش از ترامپ بسیار برای ما مضرتر، همه اینا هست. ولی اندازه رو وقتی رعایت نکنیم میشه سیاسفید، به ضرر مردم ایران میشه، مردم رو ناامید میکنیم. ما وظیفه‌مون اینه که واقعیت رو به مردم بگیم. کاملا صحیح. خب محسن داوودی آیدای پرسیده چرا جمهوری اسلامی انتقام‌های سختش از ترورهای افراد خودش رو با اعلام قبلی هماهنگی شده از در و دیوارهای خالی میگیره؟ من فکر کنم اون اولا که خب همیشه میترسه از یه حدی نره جلو، ولی واقعش اینه که حذف سلیمانی یکی از خوبیهاش این بود که اومد بازدارندگی ایجاد کرد به جمهوری اسلامی، گفت حواست باشه، چون هر کاری دلش میخواست میکرد. به یه جایی که رسید بالاخره این خط قرمز رو آمریکا کشید، ترامپ کشید، جمهوری اسلامی از اون بعد احتیاط میکنه. یعنی اگه حمله‌ای که مثلا به اون پایگاه الاسد کرد برای تلافی قتل سلیمانی، در اون حمله آمریکایی‌ها کشته شده بودن، باید ترامپ پاسخ میداد 100%. این اومد اون حمله آبکی کردن، البته رفتن تو کنیا به کمک الشباب، به اصطلاح اون تو سومالی یه گروهی هستش وابسته به القاعده، این الشباب که با جمهوری اسلامی همکاری میکنه. اینا اومدن تو سومالی، اینا رو استخدام کردن که تو کنیا کشور همسایه سومالی حمله کردن به پایگاه آمریکایی، دو تا آمریکایی رو، سرباز آمریکایی رو کشتن، اون حمله هم کردن. بنابراین ولی در کل میترسه، جمهوری اسلامی میترسه. در رابطه با اسرائیل از کان که یه خط قرمزای سعی میکنه رعایت کنه، ولی خیلی گستاخ‌تر شده. من فکر کنم در ورای همه این اخبار و اینها این نکته که طی یکی دو سال گذشته جمهوری اسلامی داره مرتب در رابطه با اسرائیل گستاخ‌تر میشه.
و این به یه جاهایی خواهد رسید که اسرائیل پاسخ خیلی جدی خواهد داد. در یک روز مبادام ببینید اگر اسرائیل این اشتباهی که ممکنه خامنه‌ای قماری خامنه‌ای میکنه، اگه فکر میکنه یه روزی درگیری بشه با این اسرائیل با جمهوری اسلامی، آمریکا نگاه میکنه اشتباه بزرگی میکنه، سوای اینکه چه کسی در کاخ سفید باشه. یعنی اگر ما یه رئیس جمهوری داشته باشیم 10 برابر بدتر از بایدن باشه، 50 برابر هم بدتر از اوباما مثلا باشه، اگر کسی کوچکتری آشنایی با آرایش قوا با دستگاه‌های سیاسی آمریکا داشته باشه میدونه که هیچ دولتی آمریکا در آمریکا ساکت نخواهد نشست در وقتی جنگ بشه بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، وارد قضیه خواهد شد. اینو جمهوری اسلامی باید خوب یادش باشه به اعتبار من. بله. حالا کاربری به نام سیف در همین رابطه نوشته هیچ جنگ رودرو بین رژیم و اسرائیل پیش نخواهد آمد. همچنان به قول آن مقام اسرائیلی ضربات نیش زنبوری هستش و اسرائیل خواستار سرگونی این جماعت نبوده و نخواهد بود. چه رژیمی از این بهتر؟ دو کشور را نابود، عراق و سوریه و لبنان را به قهقرا و ایران را به خاک سیاه که همه به نفعش بوده. نظرتون چای داری؟ خب این یه تئوری توته است که مثلا اسرائیل بهره برده. اسرائیل بابا اسرائیل الان نگاه کنید در شمالش، یعنی در لبنان، بخیر حزب الله با 150 هزار موشک اونجا برایش تهدید امنیتی، اینا شوخی که نی. سوریه تا حالا 200 بار حمله کرده به این پایگاه‌های جمهوری اسلامی برای اینکه از شرقش یه تهدید امنیتیه. در نوار غزه رفتن کارخانه‌های موشک سازی زدن و ارسال دارن میکنن، کلی موشک به تل آویو زده مردم رو کشته. اینا تعداد امنیتی، اینا رو جدی میگیریم. تئوری توطئه که بعدش نمیاد اسرائیل که این تحولات بشه، همش خب شعاره. این حرفایی که اون طرفش لابی جمهوری اسلامی هم میزنه که آقا جمهوری اسلامی همش شعاره در مقابل اسرائیل، همش شعاره توخالی برای یارگیری در داخل و خارج و تبلیغات از این حرفا. نه خیر، در عمل جمهوری اسلامی گروگان گرفته، اسرائیلی کشته میکشه، تهدید امنیتی داره. برای اسرائیل هم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای یک خط قرمز. این رو باید واقعیت رو بپذیریم. هیچ کشوری، اسرائیل که خواهان به هم ریختن خاورمیانه نی، هیچ کشوری نمیاد بگه همه چی ویران. این حرفا رو جمهوری اسلامی درست کرده، خاورمیانه رو کلنگی بکنیم، نمیدونم توت کدوم، که اینا منفعت دارن در آرامش، که نفت در جریان باشه، همه در صلح و صفا زندگی بکنن، میتونن فایده اقتصادیش رو ببرن. کلنگی کردن دکانی که اصطلاحش اکبر گنجی رو داد، اینا رو درست میکنه. این تئوریای توته بالاخره تش میدونه چیه آقای فرودی؟ این حرفا تایی این حرف که واکسن یه دینش سندرن دروغ میگن به ما، واکسن رو بخون ما بزن. انتخابات آمریکا تعلق شد چی کرد؟ بالاخره رفتیم داگهش که ما ندیدیم چی کرد. گلوبالیست ها یه دهی هستن اون پشت نشستن. اس ببینید تمام این جنگ داخلی اینا رو فلان رو در منطقه رو کلنگی کرد. چی کرد؟ کجا؟ دلیلش کو؟ آخه سندش کو؟ اونا تش میرسه. تمام این تئوری های توطئه عجیب و غریب، تمام اونا تقلب در انتخابات آمریکا، واکسن، نمیدونم چی تش میرسه. یه ده اون گلوبالیستایی که تشم یهودیان، حالا اسمشو بذاری جورج سوروس و چی و چی، یهودی های گردن کلوف نشستن، اینا دارن تصمیم دنیا رو میگیرن. افکار عمومی، هالیوود و سی این این، همه اینا رو برید تو سایت خامنه ای بزنید گلوبالیست مثلا، یا بزنید آمریکای جهان خواه، یا بزنید صهیونیست. تمام این تئوری های توته که این دوستان ما فکر من در آمریکا کشف کردن دارن تکرار میکنن، اینو قبلا اینا میگن. اینا تئوری توته یهود ستیزانه ای که 123 سال در دنیا رواج پیدا کرده و تهش همش حرفا میاد. اسرائیل کجا منفعت داره که خاورمیانه کلنگی بشه، همه بیفتن به جون هم که چه چیزی گیرش بیاد؟ من نمیدونم. آی دایی اشاره کردید به سایت خامنه ای. خب این خبر الان چند هفته است که بر سر زبان هاست در رابطه با خانم شکدم، اون تحلیلگر که در سایت خامنه ای هم مقاله می نوشته. تحلیل شما چیه؟ خیلی مختصر بفرمایید در رابطه با این خانم. آیا اونطور که میگن ایشون با 100 مقام جمهوری اسلامی رابطه داشته یا چیه جریان؟ من که خبر ندارم. البته
در فساد اخلاقی و مالی و فکری و همه جور این مقامات جمهوری اسلامی که تردیدی نیست. در مورد خانم شکدم هم ابهامات زیاده، منم که اطلاعات خاصی که ندارم. من برداشت خودم اینه، برداشت خودم اینه که ایشون سطح همکاری که داشته با محافل امنیتی نظام خیلی مهم بوده، با اون گروه طالبزاده و افق نو بعد برید مثلا همراه رئیسی بری سفر کنی، باش مصاحبه کنی، بری جلسه که خامنه ای بوده، اینا چیزای کمی نی برای سایت خامنه ای کار بکنه. اینا یه نهادهای امنیتی هستن وابسته به سپاه و اینا خیلی چک میشن. این خانم در این سطح بوده، بگیم اصلا دسترسی به اون چیز امنیتی خاص هم نداشته باشه، همین دسترسی به این محافل که اینا چجوری آدم ها رو در خارج یارگیری میکنن، چون بسیار مهمه مسئله، چجوری پول میدن، کی با کیه، تمام کروکی اینا. مثلا مثال بدم، شما باید به جلسه خامنه ای، همین که بفهمن آقا تو جلسه خامنه ای که موقع بری کیا مسئول حفاظتن، چند جا شما رو چک میکنن، آخرین لحظه کجا رو چک میکنن، چه کسانی تو این جلسات دست دارن، چون بالاخره شما وقتی میخواد ببینید خامنه ای کجاست کافی اون آدما رو رصد بکنید. اینا همه مسئله امنیتیه. بعد این گروه طالب زاده و افق نو که به اصطلاح بیشتر همکاری این خانم شکدم با اینا داشته، اینا امنیتی هن، اینا جاسوس، این خانم مونیکاوی تو اینا استخدام کردن، افسر اطلاعاتی نیروی دریایی آمریکا بود، همینا آوردنش تو این کنفرانس افق نو، یارگیری کردن، تمام سیستم‌های اطلاعاتی آمریکا رو هک کرد سپاه پاسداران. اینا تحت این طالب زاده و اینا که یعنی همکار این شکدم، اینا تحت تحریم آمریکا. FBI الان 2019 تو نیویورک اون اسنادی که منتشر کردن در دادگاه در بالاترین رده‌های امنیتی نظام هست. خب این شکتم با اینا کار میکرده، کلی دسترسی اطلاعات داشته. برای من بسیار باور نکردنی خواهد بود یه خانومی در این سطح با اینا چند سال همکاری کرده باشه و مورد توجه، حتی بگیم اگه قبلم استخدام نبوده، مورد توجه محافل امنیتی در غرب نباشه. حالا کدوم کشور من که تعداد دارم، به این دلیل که این خانم یهودی حتما جاسوس اسرائیل بوده که نمیشه گفت، ولی در کلش به نظر من احتمال اینکه ایشون همکاری اطلاعاتی با سرویس های خارجی داشته که نمیدونم کیه 90% به اعتقاد من. بله، یکی از اون 100 نفری که میگن رابطه داشته باهاش یدالله جوانی از سرداران سپاه که در توییتر دیدم که یکی نوشته بود که خانم ایشون تقاضای طلاق کرده. بعید نی، نه میگم بعید نی، یه خانمی بود اینجا آقای فرودی توی آمریکا که به اصطلاح مدل بود، نه چی بود اینا، آنا نیکول کریستی بود فکر کنم، اگه اشتباه نکنم. ایشون با یه آقای 90 ساله‌ای که چندین میلیارد ثروت داشت ازدواج کرد و اون آقا خب بالاخره بعد 6 ماه همونطور که انتظار اون خانم بود فوت کردن. چند میلیارد به این خانم رسید، یه شبه شد میلیارد. خب ایشون ازدواج هم نکرده بود و با خیلی هم رابطه داشت، صاحب بچه شد و بر حسب دست روزگار خود این خانم هم مواد مخدر میکشید فوت کرد. تمام اون ثروت میلیاردی در 3-4 سال این دست اون دست رسید به این کودک. خب بالاخره کودک پدری داره دیگه. بله. دنبال پدر میگشتن. من یادم 70-80 نفر یه دفعه ظاهر شد که ما پدر بچه هم تست دادن، تست خون دادن که بله. ثابت بکنن، تا آخر فهمیدن که کی بوده. منظور این خانم هم اگه روزی بخواد ادعا بکنه، یه فهمید شما 100 نفر 150 نفر همچی مسائلی پیش بیاد. فساد در جمهوری اسلامی در بالاترین رده ها هست، در این من که خبر ندارم با کی بوده ایشون و اصلا این کار بوده یا نه، نمیشم واقعا چون ایشون خانم بوده حتما بگیم همچین مسائلی بوده، این مقدار ممکنه توهین به نظر برسه، ولی در فساد اخلاقی اینا که تردیدی نیست. درست. خب آقای دایی، نکته دیگری هست که بخواید به گفتگومون اضافه کنید؟ نکته دیگری که هست اینه که من واقعا میگم این بحران اوکراین به نظر من خیلی مهمه که یادمون باشه در آغازشیم، سورپرایزهای بد و خوب زیاد خواهیم داشت، تاثیرات جدی خواهد داشت به جمهوری اسلامی، تاثیر مستقیم خواهد داشت به خاطر موقعیت روسیه و همکاری جمهوری اسلامی با روسیه، همه اینا هست. برجام احتمال زیاد به اعتقاد من داریم نزدیک میشیم به امضاش، میشه حقیقت رو باید به اعتقاد من به مردم گفت،
جمهوری اسلامی امتیاز خواهد گرفت، به طور بنیادین و استراتژی چیز رو تغییر نخواهد داد به نفع جمهوری اسلامی. همه اینها هست و من امیدوارم که واقعا میگم یه بحثی حالا بعدا بکنیم، در گذشتم کردیم، این فضای قطبی، این فضای تنشی که بین گروه های سیاسی ایرانی هست، اینها رو یه مدار کاهش پیدا بکنه. وظیفه من و شما لااقل بوده سعی کردیم، من یادمه یکی از برنامه های تلویزیونی که خود شما بودید، من یه چیزی من یادمه گفتم و شما از من خیلی به عنوان خبرنگار پرسید که نه، مثلا یادمه که از رامسفلد یه نقل قولی کردم که گویا مثلا حالا چون رامسفلد گفته واقعیته، گفتی نه رامسفلد دروغ، شما گفتی، گفتی رامسفلد دروغ هم زیاد گفته، من جمله برای حمله به عراق کلی هم دروغ گفت. درسته، شما بر خودتون درست بود، منم اشتباه کرده بودم، اون رو مستند استناد کرده بودم. درسی که من میگیرم و گرفتم توی سالها اینه که هیچ چیز بهتر از گفتن واقعیت نیست. مجبور نیستیم همه مسائل رو همه جا بگیم که دعوا بیفته و تنش، ولی وقتی که مسئله ای رو باید بگیم همه حقیقت رو بگیم، پرهیز نکنیم، به نفع اینه یا اونم مهم نیست. به اعتقاد من خب این دقیقا چیزی که ما انجام میدیم در این کارمون، حقیقت رو به اطلاع مردم میرسونیم دیگه، قضاوت دیگه با خودشون با مردم دیگه. بله، وظیفه ما اطلاع رسانی دقیقه، وارد این جفسازی های انتخاباتی در آمریکا و دعواهای بین المللی اینا تا جایی که حقیقت هست رو بگیم، ولی نیام یه مسئله رو داغش بکنیم، یه مسئله رو فراموش بکنیم به خاطر بعضی مساله. این کار درستی نیست، همه واقعیت رو به مردم ایران بگیم. بله آقای دایی عزیز، پیشا پیش فرارسیدن عید نوروز و سال 1401 خورشیدی رو به شما و بینندگان و شنوندگان عزیزمون در ایران و دیگر نقاط جهان تبریک میگم و امیدوارم امسال شاهد پایان اسارت کشور عزیزمون باشیم. آقای دایی ممنونم از شما، منم تبریک میگم پیشا پیش به شما، به همه هموطنان عزیز، و واقعا امیدوارم که امسال دیگه سال آزادی همه باشه و از شر این حکومت آزاد بشیم و این تحولات بین المللی هم به کمک ما بیاد، ما هم بتونیم تأثیر بذاریم رو سیاست های این کشورها در رابطه با کشورم. خیلی ممنونم ازتون و موفق باشید در سال جدید، برنامه های پرباری داشته باشید. سپاسگزارم از شما حسن دایی گرامی و ممنونم از شما بینندگان و شنوندگان عزیز که از طریق وبسایت bijanfarhoodi.com و شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و توییتر و همینطور آیدیا تیوی این برنامه‌ها را دنبال می‌کنید. در یوتیوب هم می‌تونید مشترک صفحه بیژن فرهودی بشید تا هر ویدیویی رو که پست می‌کنیم بلافاصله از اون باخبر بشید و جزو اولین بینندگانش باشید. تا برنامه آینده در سال نو خورشیدی، ساعت خوشی برای شما آرزومندم. ایام بکام.